آمنه جا یه قبل رفتنت یه چایی بخور بعد برو. بفرم آمنه جا. دست شما درد نکنه. آشخارم بفرم. خیلی زحمت کشنی به خدا راضی نیستم. خیلی ممنون. چه زحمت. چایی آورده آقا خود. بفرم. به خاطر آمنه. ببین داره میره بچه. دلش میگیره. بیا. نه 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 این دیگه با مجوز من همه یک بار خواهش بابا شما که هنوز حاضر نشدین حاضر چی بشم بابا پاشه دیگه پاشه منو برسون برسونم بابا بار آژانس میگیریم میری دیگه این حرفا چی میخوای منو ببری بابا جان آژانس بگیر تو خود دختر بزرگی شدی ماشاءالله دیگه من کار دارم چی کار داری شما همیشه برای بچه خودت کار داری ولی حالا اگه برای غریبه باشه تو تبریز پیاده بدو بدو میری نه مامان جون من منظورم اینه که خیلی وقت رانندگی نکردم همیشه راننده داشتم بعد الان آدرس ها رو بلد نیستم میریم با هم دیگه گیر میکنیم جا میمونه اصلا بیا با هم میریم گم نمیشیم تو گوشیت که این بیل بیلک ها هست بزن خودش مسیر رو نشون میده آه من از این بیل بیلک ها ندارم من از این بیل بیلک ها دارم بیا با هم دیگه میریم بچه دلش بخواد با شما بره همچه حسش قشنگ ببر اصلا میخواستم ببرمش دارم شوخی میکنم شوخی میکنم یک دختر مگه بیشتر دارم الان میبرمش خودم میبرم دارم ولی حسشم شده میبرمش بیا بابا جان بیا بابا پاک بر سر من با این بچه بزرگ کردنم دور از جونت مامان این چه حرفیه میزنی گفت میبرتم دیگه به خاطر من نمیبرتت که دستور از جای دیگه صادر شده دستور دستور شماست دیگه آش خانم ما کاره نیستیم که چه حرفی میزنی شما وای یه بار دیگه من این کارو بکنی ازت عکس بگیرم برو جون مامانی تو رو خود از بابات عکس بگیر که اصلا دم در ورده گفتم برو بابات عکس بگیر آفاق جون جون شما و جون مامانی من تو رو خود مراقبش باشین حتما مراقبشم نمیذارم جو بخوره شکلات هم بده شرمنده اینه که نمیتونم بدم جاساز خودتون یاد دادی بریم بابا جان بریم من رفتم خدافظ بگیدانیم بخوره ای مامان بریم دیگه بابا بریم بابا جان بابا هزار ماشاءالله دیگه حالتون توپه توپه و از اون حال بعد بازنشستگی اومدیم بیرون چی کار کنیم بابا دیگه آدم با واقعیت که نمیتونه بجنگه بعضی وقتا در مقابل جهان باید دست تسلیم ببری بالا بگی آی تسلیم جلو رو بپا دیگه این فرمونش میزنه بابا؟ نه چی کار کردی اینو؟ ایراد که از اون فرمون نیست ایراد جای دیگه است ایراد کجاست بگو ببینم یعنی من الان به شما بگم شما منکر نمیشی اعتراف میکنی اوه میخوایم بابات اعتراف بگیری بگو ببینم چی میگی بگو دیگه شما از آفاق جون خوشت میاد این چه حرفی زدی بابا؟ نه 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 اصلا این حرف نزد اصلا شما این حرف رو نزن من تا حالا ندیده بودم به خاطر کسی اینجوری جلوی مامانی وایستی نه بابا جان اگر من جلوی مامانی وامیستم که البته کار درستی هم نیست من به خاطر این میگم که آفاق خانوم بسیار خوب با مامان کار کرده شما فقط به خاطر همین میخوای آفاق چون بمونه دیگه حالا ول کن دیگه گیر نده دیگه الان نه اینجوری نیست بابا جان به هر حال من گفتم اگه همچین حسی باشه من اتفاقا خیلی هم خوشحال میشم آفاق جون خیلی خانم خوبیه منم خیلی دوستش دارم گفتم اگه شما هم دوستش داشته باشی ایشالله با هم دیگه ازدواج بکنین دیگه منم با خیال راحت برم درسمو بخونم برگردم به 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 سفره عقد مارم که چی دی بابا جان این چه حرفیه نه خیر اصلا اینطور نیست پدر من میگم ایرادی نداره من میتونم از ترس مامانی هی بروز نمیدی جلوی خودتو میگیری ولی راضی کردن مامانی با من خیلی خوب خیلی خوب الان من اگر خواستم یه وقتی از کسی خوشم اومد با شما صحبت میکنم که مامانی رو راضی کنم فقط بابا تو زنگ زدی به داداشت خدافظی کنی داری میری دیگه زنگ نمیخواد پدر من یکی دو روزه میرم برمیگردم برادر بزرگت زنگ بزن اطلاع بهش بده بدون خدافظی کن بله من زنگ زدم گوشیش خاموش بود جواب نداد بچم چرا اصلا بحثو عوض میکنی من دارم راجع به آفاق جون الان با شما حرف میزنم عجب بساتی دختر ول کن میگم میخوای از خودم پاپیش بذارم دارم با آفاق جون حرف بزنم نه خیر لازم نکرده همین مونده دخترم برام بره خواستگاری نمیخواد بابا جون نمیخواد به درس و مشق بره کجای راهنی بله من دارم میرم تبریز برای ثبت نام دانشگاه خب به سلامتی سفر بی خطر ممنون راستش همین الان از بابا جدا شدم خواستم اگه دیدینش در مورد یه چیزی باش صحبت کنیم در مورد چی حرف بزنیم؟ بگو در مورد آفاق خانم آفاق خانم کیه؟ من فکر می‌کنم با آفاق خانم علاقه‌مند شده
وا مصیبت ها. جانم سلام عزیزا، قربانت برم. جان نه پشت ماشینم رفتم آمنه رسوندم ایسکا راهن دارم برمیگردم. اه خیلی واجبه. باشه 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 من الان میام الان میام. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. چه عذابی داری به من میدی، چه خریتی بود تو کردی. آخ مادرش بمیره بچه‌شو گوشه زندان نبینه. خدا بگم چی کارت کنه فرشید. یا آب خونه گذاشتی از گلوی من پایین بره. وای فرهاد 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 فرهاد. داری با خودت حرف میزنی؟ نماش خورم دیوونه هم اگه با خودم حرف بزنم. با بچه هم دارم حرف میزنم. کو بچه؟ ایناش اینجا نیستیش که دنبالش داری میگردی. تو دلمه، تو دلم دارم باش حرف میزنم. پس داری با خودت حرف میزنی دیگه؟ آراش خورم اشتباه کردم، غلط کردم. با خودم دارم حرف میزنم. پر میگه دیوونه نیستم. چی کار کردی با کمال اینجوری شده؟ چی جوری شده؟ شاخ در آورده یا دو؟ اون اصلا اون حرف من حرف نمیزد، جرعت نداشت تو رو من وایسه. چی تو گوشش خونده که اینجوری شده؟ من غلط بکنم تو گوشش چیزی خونده باشم. من اگه تو گوش خون بودم تو گوش فرهاد و فرشید خودم میخوندم که اینجوری دیوونه بازی نکنن منو عذاب بدن. چی کار کردن؟ اماغت اماغت آش خورم. چی کار کردن؟ تو که میگفتی به سر داغله؟ الان هم میگم آقله. اما یه برادر دارم یه عاقل و دو روز کنارش راه ببری میشه دیوونه. تانه یه اینشتین بهش تحویل بده دو روز دیگه یه زنجیری تحویل بگیر. اونم چه زنجیری؟ سوار بر اسب چوبی بشه دور تا دور شهر سوار کاری بکنه. دیگه به ستو اومدم از دستش. خودت هم دست کمی از دیوونه زنجیری نداری. چی کار داری میکنی؟ راست میگی آش خانم، من یه پا دیوونه زنجیریم. سفارش میکنم زیاد سر به سر این زنجیری نذار. یه وقت کارمار میده دستتا. بذاریش کنار. لا اله الا الله. چی کار کردن؟ چه میدونم. خنگ خدا برداشته کارت ملیشو به یه کلاهبردار خدا نشناس اجاره داده. اونم با مشخصات این منونی چه خاکی تو سر خودش ریخته بچه منو دستبند زدن انداختن تو زندان. زندان؟ نه سینما. زندان دیگه. پس از تو برای همین با هم بودین؟ دنبال کارای پسرت بودین؟ آره؟ نه دیگه، امروز استثنان رفته بودیم نوک قله دماوند. دیدیم برف خوبی باریده، حیفه که یکم سرسره نکنیم. آش خانم، باسه چی اینقدر گیر میدی شما؟ تا؟ از چی میترسی؟ اون چیزی رو که شما ازش میترسی من 20 سال پیش بخشه پیچ کردم گذاشتم کنار. الان حال و حوصله خودم هم ندارم. دست از سر من بردار، بذار با درد خودم بنادم. کیو این کچل نگاه میکنه؟ آره راست میگی. کیو؟ برادر تو. دورم جنی کرده. اسکی بازی که کردی، سوار اسب چوبی هم که شدی. تا از این بیشتر زنجیریت نکرده، دیوونه ترت نکرده، بفرست بری یه جای دیگه زندگی کنه. آسان بده. آن چی آش خانم، بازم دست به عصا شدی. تا یه ساعت پیش دست دست پا پا میکردین، میگ میگ میشدین، فشنگ میشدین، میرفت. منو مسخره میکنی؟ باش. فکر نمی کنم از عهده مخارج وکیل بر بیاد. منم کمک میکنم، ولی بالاخره شدنیه یا نه؟ پسر از زندون آزاد میشه؟ فکر نکنم، حالا ها این بچه گرفتار آغازم. ای بابا چه سرگذشتی داشتی این خانوما. حالا یه خانوم اینجوری حقش نیست واقعا. زن نجیب، اصیل، خانواده دار، سخت کوش، خیلی خانوم خوبیه. تموم. خیلی زن خوبیه. خیلی خیلی. آره چی منظور چیه؟ باش تیکه میندازی؟ آخه اینجور که تو داری تعریف میکنی آدم هزار فکر به سرش میزنه. چه فکرایی؟
حالا بماند دیگه. حالا نداره دیگه. بگو چی میگی؟ چی میخوای بگی؟ دهنم رو وان میکنی. یادته خدا به اون زینب خانوم رو مخواستی بری خواستگاری عاشقش شده بودی همینجوری تعریف میکردی؟ بعد من و مامان خدا بیاموزم جلو بنداختی. یاد اینا رو یادت دیگه. آره یادم. دلت پیشش گیره دیگه. حالا چی بگم؟ من اصلا نمیتونم، نمیخوام به تو دروغ بگم. خودم موندم نمیدونم چه حسی بهش دارم. فقط میدونم وقتی که هست حالا من خوبه، یه جورای آرومم. آرزا آمنه به توی چیزی گفته نه؟ آمنه گفته. خیلی باهوش. عجب مارمولک. خدا نکنه یه چیزی رو بفهمه، عالم آدم رو خبردار میکنه، تو هم میشی رسوای جهان. ای داد بیداد. جمال جان، من خودم صد بار بهت گفتم زن بگی، درسته؟ من اما حالا میخوام بگم از خیر آفا خانوم بگذر، یعنی تا آتیش تون نشده یه سطلا بریز روش اتفا تموم کن بره. چرا؟ برای اینکه آفا خانوم ازدواج نمیکنه. چه مشکلی داره؟ از من خوشش نمیاد؟ نه بابا، موضوع تو نیستی که. کمال جان پسر بزرگ داره، پسرم غیرتی نسبت به مامانش حساسه، کم خواستگار رد نکرده به خاطر پسرش، الانم که زندانه. تو فکر میکنی باید جواب بله بگه ازدواج کنه؟ اصلا فکرش هم نکن. صدای در اومد، برو ببین کیه. چشم دیگه حاج آقا، دیگه کسی رو نداریم که. بله حاج آقا اومد. باز دست شد، باز دست به باکر شد. به تو ربطی نداره، سر تو کار خودت باشه. یالله سلام علیکم. سلام علیکم. چه ترافیکی، سلام. بله چی شد مامان؟ چی شد؟ باز امروز خونه تکونی کردم، این ستون فقراتم بدجور قفل کرده. خونه تکونی کردی؟ مامان به خودت فشار آوردی. درسته بدنت آماده است، ولی نباید انقدر به خودت فشار میاوردی مادرش. خانم کلی هم امروز کمک کرد، خونه خیلی به نظافت نیاز داشت. دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. یار داری کاری نکردی. بله خب همین بود، یعنی با خاطر این الان با نه بابا، از بس هرس و جوش خوردم خاطر مون. هرس و جوش خیلی از خانم، آدم هرس و جوش بخوره فشارش میره بالا، آمپر میزنه. من الان شما رو معاینه کردم، میزون بودی. ای خوف شدم واسه اون حرکات ژانگولری که زدی. کلیدش هم میشه منه دیگه. یه چند تا حرکت نرمشی، حرکتی ورزشی بهت میدم، درست میشه. کلیدت پیش من. کلید میلید فایده نداره، داغونم داغون. نه مامان جان، شما اگر با این آمادگی جسمانی که داری الان بخوای حضور پیدا کنی در میدان مسابقات، میتونی بری در المپیک. منو مسخره میکنی؟ نه من غلط بکنم، من قربونت برم مامان جان، من دارم شوخی میکنم. شوخی کردم. ولی از شوخی گذشته حاج آقا، هر کاری انگیزه میخواد. با این انگیزه که من در حاج خانم سراغ دارم، المپیک هیچ، میتونه صخره‌نوردی هم بکنه، میتونه آفتاب بالانس بزنه، مهتاب بالانس بزنه، ژانگولر بکنه. تو نمیخوای بری خونت؟ چرا آش خانم؟ میخوام برم دیگه. سلام علیکم. تشریف میخوام ببریم؟ این وقت شب تنها؟ من همیشه تنها میرم آج آقا. نه نه نه، اصلا بانوی محترم مثل شما این وقت شب تنها نباید بره. من شما رو میرسونم. یه اوم تنها رفتم، الانم تنها. نه خیر من شما رو میرسونم، خواهش میکنم. اسرار نکنم. من بشین. گفتم میوه داریم؟ بله داریم. چی داریم؟ همه چی داریم. هندونم داریم. آخه این وقت سال هندونه. خداحافظ شما. آخه این وقت سال هندونه کجا بود؟ هندونه دیگه، هندونه اتفاقا هست، از خراقا ورده، منم عوض کردم، برم بگیرم بیام با هم بزنیم. کمال بشین، یه چند دقیقه بعد برو که اون رفت. چشم.
شد چند دقیقه دیگه برم میبنده اسخر رو ببخشید. من که میدونم دردت چیه، خودم بزرگت کردم. آفا خانم دستان، آفا خانم، خانم دستان. آج آقا شما هم از این کارا برات بودی؟ خانم بیاین تشریف بیارین. چی؟ بیاین خانم یه لحظه بیاین. چی شد؟ بفرم بیم تشریف بیم. بفرم بفرم تشریف بیم. من شما رو میرسونم. بله؟ من شما رو میرسونم. نه 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 زبن نمیدم. خانم بقیه میبینم. بفرم بعده زشت. بفرم اصلا درست نیست آخه من جواب آقای مهندس پولکی رو چی بدم؟ جواب فرشید رو چی بدم؟ بفرمایید. اگه کوچه پس کوچه ها رو میزدم میرفت. اشکالی نداره به نه. اذیت میشید. خواهش میکنم. خودم میرسونم. بفرمایید. میوه میخواستیم بگیریم. من میوه رو بهانه کردم شما رو برسونم. چرا حاج آقا؟ ببینین حاج خانم ناراحت میشه. چرا میکنین این کارو؟ نه شما مادر من چیز تو دلش نیست. شما جدی نگیرین مامانو. اونی که من جدی نمیگیرم. خب ولی شما کمربندو جدی بگیر. کمربند دیگه خانم دو دقیقه راه میریم میایم دیگه. باشه باشه حادثه خبر نمیکنه. به کوتاهی و بلندی راه هم نگاه نمیکنه. خدا بیامرز رفتگان شما رو. شوهر خدا بیامرز من تو کمربندی ورودی بندر عباس تصادف کرد و عمرش داد به شما. هزاران هزار کیلومتر رفتا. یه 10 کیلومتر مونده بود برسه به مقصد. اسرائیل یقش رو گرفت. آخی خدا من رحمت کن. خدا رحمت. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. پس واجب شد حتما کمربند رو ببندم. چشم چشم. بالاخره عمر اونم شاخ گاوی بود. خدا همه رفته ها رو بیامرزه. من رو بله خدا مادر این دوتا بچه ما رو اگه این بیل بیلک رو بسته بود از شیشه شیرجه نمیزن بیرون. از شیشه جلو پرد شدن بیرون؟ بله صاف رفت تو شاخ گاف میشه بالی بار جلوی شاخ گاف میش افتزار دونستان تنها منتظرت بودم باده ی ناکامی در اجرت بیمودم منتظرت بودم. آی دکتر قشنگ میخوندین جوونی ها. خواهش میکنم. نه الان هم خوبی داشتی. الان هم صدام خوبه. فاقون فقط چون دارم پایین میخونم یک ذره به نظر نمیاد که من بالا صدامو ول کنم. بودم همه شب دیده به رهتاب سحرگاه نارش پری خند زنان. والا دیگه ول ندین دیگه همون پایین نمیشه گوش کرد. نه فکر کنم اونجا مستفیز میشه آدم همونجا خوبه. نه دیگه مدت ها درگیر کار بودم صدام گرفته خود فکر کنم بابم تو کوه ول کنم صدامو بخونم خیلی خوب تر میشه. چرا آقا با یه بار کنسرت بدین مگه چون پایدون نه خب دیگه من بالاخره دل داریم بخونیم آفا خانم دیگه اینجور مواقع همه بله همون خوبه مامانم این میاد میذاره به شیشه میگه نخون نخون این همین بله نه 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 خیلی من هی بابا سر شیشه رو شکستی خیلی ممنون متشکرم نفسر خیلی بیا اجازه بده بیا آقا جان بیا اینه بگیر برو دست در نه یه دا که نیستم پول در میاری یه گل ازم بخر آقا ازم حساب میکنم آقا نمیخوایم گل آقا نکن نه نمیخوام خیلی ممنون بابا بخر دیگه بابا میگم نمیخوایم عجب گیر یه واسه خانم بخر ای بابا درست صحبت کن نخیر نخیرشون همسر گدا بازی در نیاری دیگه ای بی ادب این حرفا چیه نخیر من شما به آقا تو بگید گل براتون بخره چون خسیسه اصلا ایشون خانم من نیستن پس کیته شما چه مربوطه چقدر پول رو گفتم کیته عجب ایشون از آشنای ما هستن مربی مامان من و پرستار خان توضیح ندید تا تهشو باید برین بخریم بخریم من با شما هستم چقدر میشه بده آقا بده 20 چقدر؟ 20 سون اوه چقدر گریه ستایش بده ستایش خیلی خوب بده چه مادبم هست بفهم باقش مال خوده برو گرفتیم نگه حالا
خیلی خیلی هم ممنون. زحمت کشیدید. اختیار دارین. خیلی ممنون. اختیار دارین، زحمت دارین. بفرمایید. زحمت نکشید. با اجازه شما. خدا شما بخیر. خدا. آفا خانم ببخشید. 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 این گل خدمت شما. آقای مال من نیستش که آقای دکتر. چرا دیگه میشه؟ ولی شما گرفتین دیگه. خواهش میکنم. بعد این اینجا باشه میپلاسه. ولی شما خوب از گل نگهداری میکنید. خیلی ممنون. زنده باشین. خواهش میکنم. نه خیر، اول شما بخواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خیلی ممنون. اختیار خیلی ممنون. خدا نگهدار. بفرمایید. به سلامت. بفرمایید. لایق دست چومن فنای من واسه تو میارم صف کن ببینم نه اینجا نیست نه اینجا آب بیارم واسه چه گلی چه گلی آب بخور شرمنده یادی جان این ولی باشی بهتره بگاه نکن سلام آبی چی؟ علیک سلام آخ چی شده؟ گردن چی شده؟ آه هیچی تو کوچه داشتم میومدم رفیقم دیدم سلام علیکم واسم پرچید با سر رفتم تو درخت بیچاره درخت هیچیش نشد؟ نه یه دو تا سیب ازش افتاد پای آقای نیوتن بله این پول چیه؟ این پول وکیله از کی گرفتی؟ ای خانم محترم این گل چیه؟ گل از کی گرفتی؟ از یه آقای محترم آقای محترم خیلی غلط کرد برای شما گل گرفت خانم محترم هم خیلی غلط کرد به شما پول داد من از اشرف خانم پول گرفتم منم از حاج کمال گرفتم حاج کمال بی خود کرده واسه تو گل میگیره اشرف خانم هم بی خود میکنه به شما پول میده من کار کردم واسه این پول منم کار کردم واسه حاج کمال تو چی کار کردی که حاج کمال واسه تو گل گرفته؟ من ننشو ببخشید مادرشو نگه داشتم تو چی کار کردی برای اشرف خانم؟ منم رفتم حسابای عقب موندهشو از مستاجراش گرفتم دادم بهش بس یه به یه شدیم دیگه یه دقیقه وایسا دو تا اشرف خانم دو تا حاج کملی مثلا آره دیگه این به اون درد میمونه یه چیز صدای ماشین این ماشین کی بود تو رو رسوند؟ حاج کمال بود منو رسوند حاج کمال خیلی بیجا میکنه هم بهت گل میده هم میرسونتت فکر آبروی ما رو نمیکنه تو این کوچه صدا رو بیار پایین کیسه رو ببر بالا بذار جای درخت واسه من غیرتی میشه سر چاره یه بچه دست گل انداخت تو ماشین حاج کمال هم داد به من چونه من؟ آره دیگه برو بگی بخواب برو بگی بخواب دمنوش چیزی بدم بخوری دردت کم شه برو دست در نکن آبش برو داداش من برو آبی دیگه چیه؟ یه چیز مبهمی بینه من و تو نموند که حل نکرده باشیم چرا حال کردی؟ فکر میکنم یه چیز مبهم بوده چی؟ کفکی بوده باز این شده یه میذاره دو دقیقه تو حال خودمون باشیم بیا دیگه آفا خانم کار دارم بله اومدم کیه؟ منم آفا خانم یه تو که با تشریف بده نمیدن سلام علیکم احوال شما چطوره؟ سپاس از شما مشکرم بفرمایی صابونه آزده صابونه صرف شده فرشید خونه است بله خونه است یه دقیقه تشریف بیرون چرا؟ مطلبی رو میخوام بگم فرهاد هم داری شده؟ نه یه دقیقه بیادم یه در فرهاد ایش گرزه خیلی قلبم داره میسوده اصلا قلبت نریز آفا خانم یه مطلب رو میخوام خدمتون بگم بالغدتا کی گفته چی شد و چرا و علت ملت دیگه نپرسا از همین الان سراغ کار خونه آقا کمال نمیری خدافز شما خدافز
خداحافظی چی صبر کن ببینم آقا علتش چیه. ببین بنده یه کاری اونجا شما برای شما درست کردم، حالا خواهشم اینه که اون کارو قیدشو بزن تموم شد. خب من میدونم شما یه لحظه اجازه بدید آخه به من بگین علتش چیه. من الان علتش میگم آقا خانم، شما منو به عنوان برادر خودتون قبول دارین یا ندارین؟ نه خب ندارید که چی دیگه. نه یعنی دارم ولی آخه من باید بفهمم. خب وقتی دارین برادرتون یه چیزی میگه یه خواهش ازتون میکنه بذارید بالا چشمتون. خداحافظ شما. آقا اجازه بدید من میدونم خدا حاج خانومه. حاج خانوم اومده راپورت منو پیش حاج کمال داده، اونم اومده شما رو پیش اصلا کرده. اینجوری نیست چون بعد من بچه منو خراب کنن گولم بزنن اینجوری نیست. یه چیزی دارم بهتون میگم قید کارو بزن تموم شد. آقا اجازه بدید شما، اجازه بدید شما دیروز مگه نیومدین در خونه ما اصرار کردین که من آشتی بکنم برگردم، امروز اومدین به من اصرار میکنین که بر نگردم. من اون کارو برای شما جور کردم، الان به عنوان برادر شما خواهش میکنم قید اون کارو بزن. یه چیزایی من میدونم شما نمیدونید، بعدن سلا دونستم بهت میگم. هیچ چیز دیگه نمیپرسی. خداحافظ شما. اینجوری گفتی تو که پا بیاد دمه در؟ اینجوری رسیدم سر کوچه که همه قشی هن بابا استغفر الله. چه؟ میم دیشب با آفا خانم خیلی بد صحبت کردی، نکنه قهر کرده؟ قهر کرده باشه بهتر. یک بار کج بشین راست بگو، مشکل اصلیت با آفا خانم چیه ها؟ روشن به من توضیح بده. روشن بگم؟ صریح و روشن. خوشم نمیاد ازش. روشن بود؟ نه خیر. روشن بودن اینجوری به درد خودت میخوره. هزار تا دلیل داره این چیزی که شما میگی. مامان من شما با هم دیگه 15 سال اختلاف داریم، با هم بزرگ شدیم، پس من شما رو میشناسم. خواهش میکنم درست بگو، یه دلیل واضح بگو. مادر جان دلیلش خودت میدونی. نمیدونم میگم دیگه بگو. کمال نمیدونم تو مخه چی میگذره، چرا اینقدر خودتو داری با آب آتیش میزنی واسه این خانواده؟ آخه تو چی کارشونی؟ چرا افتادی دنبال کار این پسره؟ میفتی تو درد سرا؟ باورم نمیشه مادر، باورم نمیشه. تو خودت از بچگی منو با این راه رسم بزرگ نکردی که هر بیگناهی دیدی، هر بدبخت گرفتار دیدی دستشو بگیر؟ چرا مادر جون؟ یادت دادم ولی کمک کردم وقت داره، زمان داره. کجا میدونی این ماجرا تهش چیه؟ ها؟ شاید به یه اختلاس بزرگ ختم میشه مادر جون. اگه میخوای کمک کنی گرفتاری ناصر رو حل کن. به خدا میترسم آبرو حیثیتت تو این قضیه بره. از این نگرانم. یعنی چی مامان جون؟ یعنی وقتی که میبینم یک جوونی از بر اثر خامی و اشتباه مرتکب یه خطایی شده افتاده توی چاله بزرگ، رو منور کنم بگم به من هیچ ربطی نداره؟ تو واقعا یه همچی چیزی از من میخوای؟ واقعا همچی چیزی میخوای؟ باش برون قرصای من وردو بیار. چشم. این نمک وردم خیار برداشتی نگاه داره؟ پاش شد شوخی مانه شوخی مانه عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم. بیزارم از دل تو، از ریخت تو. آمجی با سیه ریخت من بیزاری؟ خب منم مثل فراد کارت ملی مو اجاره دادم، بچه رو منو نگرفتن. فراد یه خورده بدشانسه، یه خورده خورده شیشه داره. یه بخشیدا ناراحت نشو، پسرت یه خورده خنگه. حلال زاده است دیگه، به دایش رفت. آبا جون اصلا دریغ نکنی از منو. من اصلا کلن بچه هست. اون از بچه هم، این از داداشم، این هم از گیست بیده بود، از آقل ما. اومد آتیش انداخت دو جون من پاشد رفت. آبا جون شما ساده ای، خود حاج کمال به حاج رضا گفته بیاد این حرفا رو به تو بزنه. میخواد بپیچونه. چیو بپیچونه؟ تو رو بپیچونه. میخواد دیگه دنبال کارهای فراد نیفته آبجی جون. اینا خودشونو دوست دارن. نمیخواد دودش تو چشم اونم بره. چرا مگه من خواستم ازش؟ من از اولم راضی نبودم، خودش اصرار کرد. من نگفتم که. ساده ای قربونت. ساده ای. حقم داری ما خانوادگی اینجوری ساده ای. دورت بگردم.
چند وقته که قضیه فرهاد فکرتو مشغول کرده، دیگه تو فضای مجازی هم نمیری، خبر نداری. متاسفانه من یه چیزی تو فضای مجازی دیدم، خواهش میکنم بهت نشون دادم، پس نیفتی آبجی، قربونت برم. چی شد دوباره؟ چی شد؟ من خودم دیدم. داده بیدم دوباره چی شده؟ منم داییشم، خب منم نگرانشم. فرهاده؟ فرهاد؟ من. آره؟ نگاه کن آبجی، گوشتم خیسه. ببین او؟ ارتباط مشکوک فپ با کشه؟ هکشه. هکشه؟ هکشه؟ ببین فرهاد پولکی با حاج کمال شهری نم عکسشون پره تو فضای مجازی، همجوری ببین نکن، از هر دوتا یکی عکس ایناست، نکن به در نشی بچه، گفتم سیدید بیاد بیرون، رسوا میجی پر میشه. او 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 همینه، داد بیداد. پس حاج رضا برای همین اومده بود اینجا. بگی شما را حاج رضا رو بگیر. نه بابا، حاج رضا رو برای چی بگیریم آبجی؟ عزیز من اگه قضیه فکشه هکشه است، چرا به خود منو تا سر کوچه میکشه؟ بگیر. آبجی من الان حاج رضا رو بگیرم، قول میدی اسم من نیاری؟ آره من به تو چی کار دارم؟ بگیر. نه آقا، تو یادت میره، اجازه بده اسم من این وسط نباشه، من تو سایه نامحسوس مراقبت باشم قربونت. محسوس باشم نامحسوس باشم؟ محسوست اینه، نامحسوست میخواد چی باشه؟ آبجی جون قربونت برم، اسم منو نیاری. نه من به تو چی کار دارم؟ قول میدی؟ همینه. حاجزا سلام علیکم، احوال شما؟ ببخشید این فرشی زلی شده، این عکس خبری چیه به من نشون داده؟ آبجی این همه ارتباط مشکوک فکشه هکشه. خب من همین الان گفتم اسم من نیار. بله فرشید همین الان به من نشون داد، من میفرستم واسه شما. بله من نمیفهمم، من راضی نیستم تو درد سر بیفته. نه ولی آخه برای چی الف ده رو میکشه وسط؟ آفاق دیگه، آفاق دستان دیگه. بله به من ربطی نداره این ماجرا. حاج رضا درست کن، من الان میگم فرشید بفرسته واسه شما. چشم ببینم دیگه چی کار میتونین بکنین دیگه. خواهش بکن، دست شما درد نکنه. راحت شم دیگه. دست شما هم درد نکنه، فقط 40 بار گفتی فرشید گفته، فرشید گفته. بس میگه دیگه، بعد میگفتم فده دیگه. چی میگفت؟ این خبر نداره که میگه خبر ندارم. آره؟ بابا داره خوش میزنه به کوچه علی جب. آبجی اینو فکر کردن کی هستن؟ یه مسئولی کسی هستی؟ کی هستی تو جزء مردمی؟ اینا فکر کردن ما ضعیفیم آبجی، ما سر زیر بغل کسی نداریم. میری در خونه حاج کمال شهری باهاش حرف میزنی، فقط راهش اینه. ما فکر کردن کی این شما؟ راست میگه دیگه، مسئولی که باش. کیه مگه؟ قشنگ میرم چشم در برابر چشم الفاظو میزنم. بله چشم. اه؟ خب نه من تماس میگیرم. چرا نگران میکنی آدمو؟ باشه من تماس میگیرم. خداحافظ. سلام علیکم آقای پشتیبان، شهری هستم. سلام دکتر، احوال شما؟ سلامت باشین، خیلی ممنون. ببخشید جناب وزیر تشریف دارن؟ بله ولی جلسه دارن. خیلی خب بس کنی اتاق، شما یک دقیقه بیشتر وقتشون نمیگیرم. شهرونده دکتر، دستور اکید دادن هیچ تماسی وصل نشه، شما امرتونو بفرمایید، من حتما خدمتشون عرض میکنم. خیلی خب آقا، الان یه نامه اومده برای من در خونه که... بله در جریانش هستم. شما هم در جریانی؟ بله آقای وزیران در جریانن. خب اگه در جریانن جناب وزیر چطوری همچی دستوری دادن؟ حق با شماست، ولی شهرونده ایشون هم به خاطر کمبود خونه‌های سازمانی و شرایطی که جناب مهندس داشتن مجبور شدن این دستور رو صادر کنن. مهندس کیه؟ مهندس نیکبخت دیگه. نیکبخت؟ البته آقای دکتر اگه به این صورت امکان تخلیه براتون نیست، من با آقای وزیر صحبت کنم. تخلیه لازم نکرده، من خونه رو تخلیه میکنم. خونه باشه ارزونی جناب وزیر و نیکبخت و همون وزارت خونه.
من هیچ احتیاجی ندارم آقای دکتر. خدا نگهدار. من باید رفاقت کردم آقا رضا، درد دل کردم، ازت کمک خواستم. آقا اینجوری با من حرف نزن، خدا شده من گفتم اذیت نشی. آقا اذیت بشم ضرر کنم اصلا چه ایرادی داره؟ یا میشه یا نمیشه دیگه. نمیشه نمیشه. خب نشه بهتر. فکر کردی من بچه 20 سالم که افسردگی بگیرم برم خودکشی کنم؟ تو مطمئن اگه نشه ناراحت نمیشی؟ آقا اصلا ناراحت بشم آقا رضا، ناراحت بشم، ولی این خیلی فرق میکنه با کاری که تو کردی. تو الان یه کاری کردی که این خانم هزار تا فکر دیگه بکنه. بالاخره منم به پیش خودم یه حساب کتاب کردم که جلوی شر رو بخوابونم. به نظر تونستی این کارو بکنی؟ نه نه که هیچی، تا بنزین هم بخیرم رو آتیش. خیلی خوب، پس آقای خاله خرسه لطفاً گوشی رو بردار، زنگ بزن، یه جوری این ماجرا رو ماسمالیش کن، ولی آتش این ماجرا دامن بقیه جهارم میگیره. تجدید نظر نمیخوای کنی؟ فکر کن دیگه. زنگ بزن آقا رضا، زنگ بزن. من زنگ میزنم خودم جبران میکنم. بشین یه دم نوش برات بیارم. بشین الان آتیشش تونده، این 20 ساله شده. بشین آقا رضا، من الان مشکلم دم نوش نیست، مشکل من تلفنه. بشین من تلفن میزنم، مثلا خودم هزار کار دیگه هم میکنم. بشین دم نوشو بخور. بشین بابا زنگ بزن. دم نوش. بشین بابا. چشم. آقا رضا من دم نوش نمیخوام، بیا تلفن کن. خود پلم هرده نشه یاده شو. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. جناب دکتر شهری. بله. مزاحمتون شدیم. ما از دوستای آقا ناصر هستیم. به 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 به، اختیار دارین. خیلی ممنون، در خدمتم جانم. یه کار واجب باش داشتیم، منتها چند روز ازش بی‌خبریم. اینه که مزاحم شدیم اینجا. والله چند روزی پیداش نیست، منم ندیدمش. ولی اگه شما کار مهمی دارین، من پیغامتون رو بهش میرسونم. بله، راستش کار ما که به خود شما مربوط میشه. من اردلان اسماعیلی هستم، ایشون هم دوست و شریک من آقای کریم بیانی. صاحب کارخونه تولید لامپای کم مصرف، که اگه خاطرتون باشه شما قرار بود یه عنایت ویژه‌ای نسبت به ما داشته باشین. عنایت ویژه؟ نه خاطرم نیست من اصلا. چطور خاطرتون نیست؟ ما 2,500,000,000 به این آقازادتون پول دادیم که شما یه امضا پای درخواست ما بندازین. حالا یادتون نیست؟ به همین راحتی 2,500,000 به پسر من دادیم برای یک امضا؟ بله آقای دکتر، لطفا خودتون رو به اون را نزنید. آقا ما اصلا رو هم از این ماجرا بی خبره. باور کنین ما هم که گوشامون درازه و شما هم که راست میگی. شما که ظاهرا بازنشسته شدی و کاری از دست ساخته نیست، پس پول ما رو بده ما بریم پی کارمون. یه کلام ببین عزیزم، اگر شما پولی به پسر من دادید میتونید برید علیه شکایت کنید، حتما در مراجع قانونی رسیدگی میشه. اگه شکایت کنیم برای شما بد میشه. اصلا نمیخواد نگران من باشید، برید شکایت کنید. اگر حق با شما باشه حقو به شما میدن، اگرم ناصر مقصر باشه ناصر درسگیر میکنن. بنده زیر بار خلاف نرفتم و نخواهم رفت، حساب بنده پاک. آقای دکتر پیاده شو با هم بریم، واسه من شعار نده. اگه اهل خلاف و اینا نیستی، پس اون پسر الدنگ واسه هم با پول گرفته. الدنگم خودت حرف نامربوط نزن. اگر پسر من از شما پول گرفته خیلی بیخود کرده. اگر شما دو نفرم به پسر من پول دادی خیلی بیخود کردید، هر دو کار خلاف کردید. همین. کجا داری میری؟ من پولت میکنم، من همین امروز همینجا پولت میکنم. استاد نصر ما اینجا آبرو داریم. آبرو داری؟ من بی آبرود میکنم. من آبرو برای خودتو به سرت نمیذارم، رسوای شهرتو میکنم. بیجا میکنی؟ میگم صدا تو بیار پایین. مگر به من پول دادی که الان از من پول میخوای؟ بابا اینا پدر پسر دستشون توی کاسه است. خوب گوشت و واکن پیره مرد، اگه پول ما رو دادی که دادی، ندادی همینجا آبروتو میبریم رسوات میکنیم. میگم صداتونو بیاریم پایین. تو بیجا میکنی من روزگار من سیاه کنی رسوات کنی؟ بفرمایید رد کارتون، بفرمایید. کجا داری میری؟ فکر میکنی من نمیدونیم تمام این جاه و مقام و ثروت رو از شما حروم به دست آوردی؟ من پول ازت میگیرم دکتر، فکر نکن بیخیالت میشم. چی میخوایم بشه خانم؟ آقازادتون، گل پسرتون 2,500,000,000 پول از ما گرفتن که ایشون یه امضا بندازم پای درخواست ما. حالا کار انجام نشده، ما پولمونو میخوایم. همین. فرهاد آجا قاعده؟ فرهاد کیه خانم؟ ناصر پسرتون 2.5 میلیارد پول بیزبون از ما گرفته. ها ناصر پسر شما گرفته 2.5 میلیارد؟ آره؟ من پولمو میخوام دکتر، پولمو میخوام. دستو بنداز پایین، مگه پولتو نمیخوای؟ صبر کن بهت بدم دیگه. چرا سر صدا میکنی؟ آبروریزی میکنی؟ صبر کن. دنبال چی میگردی خانم؟ کارت بکشم برات. اونم بدبختی تا سقف صدا منه. شبا داری؟ شبا چیه؟ شبا دیگه پول شبا دیگه. شبا رو میگه.
بذار صبر کن برادران نیروی پلیس بازیه. پلیس بازیه. باشه دکتر، منم به روش خودم پولم ازت میگیرم. باشه ببین من چی کارت میکنم. ببین اگه اسمی شاد نکردم اینجا، اگه کاری نکردم خودت میکنی. ما رو حال بده تو کنه تو برام بزن. من نمیخوام چی شد آقای دکتر؟ وای خاک بر سرم. خوبی؟ آقای دکتر خوبی؟ حاجی آقا، حاجی آقا به چی کار کنم؟ فرشید، فرشید آب دستت زمین بذار بیای اینجا، دکتر رفت. میگم آب دستت بذار زمین، دکتر رفت.